سلام، امیدوارم که خوب باشید. من هم چه کوکتل تیوی، خیلی خوش اومدید به یک اخبار رپی دیگه. قرار با هم بررسی کنیم اخبار هفته آخر مرداد 1403 رو با هم دیگه. یادت باشه که حتما کانال سابسکرایب کنی، اگه از ویدیو خوشت اومد لایک کن و به اشتراک بذار، اگه حال نکردی هم دیسلایک کن و دلیلشو بنویس، البته دلیل منطقی. بریم با هم این اخبار رپی رو داشته باشیم. پیش فروش آلبوم بلند زار از شرسی با یک تیزر شروع شد، لینکش توی دیسکریپشن هست، میتونید برید خریداری کنید. تحمل آدم به خاطر این نظر باز هم بیشتر بشود، اما هنگامی که درد اینقدر زیاد بشود که دیگر نتواند بیشتر بشود، سیاهان جنوب زارشان میگیرد. بعد از اینکه این تیزر اومد، یانگ سادن یه همچین پستی گذاشت، نوشت شما برای طوفانی که از سمت جنوب قراره بیاد آماده نیستید. احتمال اینکه آلبوم خود یانگ سادن هم داشته باشیم، دو ساله داره روش کار میکنه، به گفته خودش بلندترین آلبومیه که وجود خواهد داشت و تا اون موقعی که قرار بود بیاد 41 ترک داشت. حالا خبرهای تکمیلی ازش نداده، اما یک آلبوم مشترک هم با سپر خلصه به اسم SOS داره، پس امسال سال پرکاری از ساید جنوب. اوایل مرداد ماه سجاد ترابی منیجر اصلی یا یک استوری زد که آقا ما اواسط مرداد یه ترک خواهیم داشت، یه ترک طولانیه و بعدن جدا جدا در قالب مجموعه هم منتشر میشه. مرداد تموم شد، ترک نیومد، حجوه های عجیبی روی یاس بود و خیلی اینجوری بودن آقا بعد دو سال یه ترک رو نمیتونید به تایم برسونید و اصلا دارید چیکار میکنید، مگه چه خبره و این حرفا. و در واکنش به این داستان، آیدین علیپور دیگر منیجر یاس یه استوری زد و نوشت خیلی هم فوش یاد گرفتیم ما این وسط، اما کار قراره به بهترین شکل بره جلو و به هر حال فاینال بشه، تاریخ جدیدی نمیدیم، منتظر باشید میاد. و یک سوالی که ذهن همه رو درگیر کرده، این ترک حالا یا مجموعه چجوریه که تو این دو سال یک تاریخ دقیق نداره و لحظه های آخر دوباره میرن روی این فکر نه این باید بهتر بشه و طول میکشه. نمیدونم، یا کمالگرایی یاسه که خیلی داره اذیت میکنه، یا اینکه کارو همین دازن دقیقه 90 یا سرشون شلوغه. اما به هر حال بدید ترک و نسخیم. همونطور که تو اخبار رپی قبلی دیدیم، آهنگی قرار بیاد از عرفان پایدار و رها، اولین همکاریشون خواهد بود. موزیک ویدیو هم خواهد داشت و با یک تیزر این موزیک ویدیو معرفی شد، قرار فردا شب یعنی 24 آگوست یا فکر میکنم میشه 3 شهریور منتشر بشه. اسم آهنگم کابانای. بسال تو یه استوری گذاشت، گفت روی یه بیتی داشتم کلکبازی در می آوردم، باحال شده، به نظرم به کچی میخوره. کچی هم استوری گذاشت که برو بریم و اینها، به زودی قرار بیاد، میبینیم با هم قسمتی از آن. آجی بیتر الان سامان بیت فرستاده بود، داشتم روش کسکلک میکرم، دیدم باحال شده. خوراک کچیه. کچی جان اعلام حضور کن ببینیم هستی یا نه پاکار. واتساپ مافاکر وای. شاهین نجفی با یه تیزر آلبوم جدید خودش رو معرفی کرد که قرار به زودی منتشر بشه و در سبک الکترونیک هست. یک اجرا داشتیم از پوری که به نظر میاد قسمتی از آهنگ جدیدشه، با هم میبینیم. همه تماسام کاری، یه جو میزنم به شیرهای صاف کاری، نداری با تشت ساز کاری، چین تو تو ساب اصله ساز مانی. امین تیجه یک پست اینستاگرامی گذاشت که پشت صحنه موزیک ویدیو بلک افغانه و به گفته خودش آلبومش تو همین ماه قراره که منتشر بشه. کوتکم تو کامنت های ویدیو جدید یوتیوبش نوشت که امیری بالاخره این ماه میاد، خیلی طول کشید، ادیتش سنگین اما تموم شده و قراره به زودی منتشر بشه. حالا فکر میکنم منظورش از این ماه باید ماه شمسی باشه، چون 6-7 روز بیشتر تا این ماه میلادی نداریم. حالا باید ببینیم چجوری هست. یه پروژه سیکشن 13 بعد از همین اخبار رپی که میبینید قولشو داده قراره بیاد.
قبل از اینکه بریم کوکتل بیلبوردو ببینیم و ترکایی که تو هفته گذشته منتشر شدن، یه توضیح ریزی میخوام بدم راجع به یک ترکی. ترکی منتشر شده از متین فتاحی به اسم منتظر و زیر این آهنگ توضیح داده و نوشته sampled from یانگ آلوس سلنا گومز و این داستان‌ها، و آهنگو که شما گوش میکنید آهنگ کاملا کپیه و هیچ نشانه از سمپل نیست. یعنی شما از بیت بگیر، درام لاین بگیر، از حتی ملودی بگیر که داره میخونه جناب آقای متین فتاحی، تماما کپی پیسته. و این داستان سمپل من نمیدونم چجوریه که دوستانی که دارن موزیک کار میکنن این سمپل نمیدونن قضیهش چیه. سمپل یعنی نمونه برداری، یعنی شما میرید اجازه میگیرید طرف یه قسمتی از آهنگشو برمیدارید، با توجه به اون شروع میکنید کار خودتونو ساختن. حالا میخواین ملودی رو بردارین، میخواین درام لاین رو بردارین، میخواین یه قسمت از شعر رو بردارید، هر کدوم. اینکه شما اون آهنگو کامل بیاید و بازسازی کنید و فارسی بخونید بدون هیچ تغییری، استراکچر مو به مو، فقط اینسترومنت های بیت عوض شده و همه چی همونه، هیچ فرقی نداره. این سمپل نمیشه، این در بهترین حالت شما یه ریمیک کردی. و الان ما توی دورانی هستیم که شما میتونی بری تو DAW راحت تمام استمسای آهنگو بگیری و هر کدومو خاصی استفاده کنی. الان دیگه ریمیک کردن هم کاری نداره که شما بخوای بشینی ببینی اینجا چی زده اونو انجام بدی، راحت یه دقیقه میذاری اونجا استمسا میاد، همه چی آماده است. و شما اینا رو هم یه دستکاری نکنید، فقط به گوش من دوتا یه صدا سینت میومد دینگ دینگ، همین. یعنی هیچ چیز آهنگ فرق نداره، این سمپل نیست. و این اولین بار نیست که ما داریم این کارو میبینیم. سجاد چاهی هم تو آهنگ سمتم این کارو کرده بود. و نکته جالبش اینجاست که خیلی از این دوستا وقتی نقدی ازشون میشه میگن شما سواد ندارید، ما سواد داریم. این سمپل نیست، سمپل یعنی نمونه برداری، یعنی برید سرچ کنید میبینید. و سمپل هم حتی قانون داره که اصلا چقدر استفاده مجازه، چجوری هاست اینها. این کاری که دارید میکنید که همونو برمیدارید کپی میکنید، فقط اینسترومنت ها عوض میشه که رباته آن تشخیص نده، چون تو این کیسا خود صاحب اثر باید بره شکایت کنه. ربات هایی که توی پلتفرم ها هستن نمیتونن تشخیص بدن، حالا یا باید ریپورت زیاد بیاد یا باید شکایت بیاد از سمت خود آرتیست سازنده که معلوم بشه او این همش کپیه و هیچ تغییری ندادن و دارن کپی میکنن، دزدی میکنن یه جورایی. و این سمپل نیست، سمپل نیست، نکنید، سمپل نیست. ببین یه زمانی زندگیم سیاه‌تر بود از مامتیان، الان خاطره شدن همه فانتزیان. نزدش فازت بد، حق میدم اگه منو یادت رفت، کلی دوستت دارم عاشق نه، من میمونم به پا تو قلبمو دوست داری باز بشکن. این صدا صدا کیفوره، هنوز زنده تو دادکا تو صف دویه، سمیم چت کن من رو ای تو ایت شد رو پلتفرم کارا هی دونیت. تو نیمه لباس کندی تنه دیچی نیست بازم برندی، به تو یه دونه میدم همه رو ترجیح. بچه ها ویز کیرم کرد؟ بیاده کسکش نیفندک؟ بیاده گشنمه؟ اینو بخور بیاده. نه جدی میگم من سیرم من. رسیدم خونه مستر شب، از قلبم نپرس که بد خسته است، ماما زندگی 100% خوشم نمیاد از کمتر. هرکی بس میشی میگه طرف ما نیاداری، به یه مشکلی میخوری هر دفعه با جهان، و تو میدونی با ارزش پرنده با پراش، دونمونو ساخته بودیم علسه با تلاش. دیاره دیاره به چغالا نمیخوره، پیاره پیاره به چغالا نمیچی. الان چند سال کنارم نی، واسه چی بودم ساده دیگه. مالو روز عجیبیه دست من یادگار، میکشه میکنه قلقم و تارو ما، باروته ایش سنتاری رومه. صفقه درم کن دیت برای میک لفه گو، برای تو چی ببینم چی بپوشم. میدونم تو کرم بچه بد با تما، کی میگه نمیریزه یه گنگ سرش کش، خستم دوخی کش میشده با درکم کنی، زنی نزا وقتی دیگه مصرف شدی خود. اما خلاص فینیشت، یا منم دیدم اگه تو هم دیدیش تمام خلاص. اوکینی حالم شبا بیدارم، از همه بیزارم و حتنهایی میترسم با تلو پو.
لاتی یا جدا با اینکه بی بالی میریزه پرات بارس همه سر فسته مثل قلات دیر زمینی قنات تو خوری یه شبات اونجا که ما میپلکیم سرگوش لاهایی که میگم پر کسافته اینجا از هر سه نفر یکی پی رضایته اینجا هر کی احترامش قد شرارتش دعوا اولین راه حل و صرف کسالته بکشیش دشمنای من اهل خط نیستن عملیاتی هم درد سر بیشتر یه امیدن با سنگ قبل دیسپک لبزه پس بزن به چرخ زن پس و من الوی الوست و من الکوک اینا هی میزنن تیک تو بشین من بگیرم سوک میخواد و هی داره دست دست میگه حیف کاپلم هست جی جی یاد گنده است تو بدین تونینی اینا آیسه میزنی دخی تونینی میگه چاره ای نداریم آخه طوری نی نی. خب این بود از اخبار رپی و کوکتل بیلبورد این هفته، امیدوارم لذت برده بوده باشید. ترک مورد علاقه این هفته شما کدوم بود حتما توی کامنت ها بنویسید و اینکه دوست دارید چه بخشی رو ما به اخبار رپی اضافه کنیم، فکر میکنید چه قسمتی رو کم داره. خلاصه دمتون گرم، امیدوارم حالتون توپ خوبالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.